از آنجا که نقض حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان واقعیتی انکار ناپذیر است، سازمان های حقوق بشری از سازمان ملل درخواست کردند که مجدداً تحریم های دوران دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، علیه سفر برخی مقام های طالبان به خارج از افغانستان را احیا کند. سازمان ملل متحد پیشتر تحریم های گسترده‌ای را علیه 41 مقام طالب وضع کرده بود، اما 3 سال پیش برای گفتگو میان طالبان و دولت آمریکا در مذاکرات صلح این تحریم به حالت تعلیق درآمد. نهادهای حقوق بشری میگویند با وجود خشونت فراوان طالبان علیه زنان و محدود کردن تمامی حقوق اساسی آنان، باید دوباره مشمول تحریم سفر به خارج از افغانستان شوند. لازم به ذکر است که تحریم های طالبان روز گذشته دوشنبه 20 ژوئن 2022 به صورت خودکار لغو شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است هفته آینده نشستی برای تصمیم گیری در زمینه تبدیل یا لغو کامل تحریم ها برگزار کند. سید میثم احسانی، فعال سیاسی اهل بامیان افغانستان، با ما هستند. سلام آقای میثم. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم. سلام. معافیت سفر رهبران طالبان به خارج از افغانستان چرا بحث برانگیز شد؟ سلام مجدد حضور شما و بیننده‌های شما. باید عرض بکنم که خب مسئله ای است که زمانی که بحث معافیت سفر سران طالب ها و رهبران طالب ها برداشته شد در یک زمان خاصی، در اون زمان تلاش برای این بود که پروسه صلح به یک نتیجه در افغانستان برسه و ما بتانیم با این گفتگوهایی که سران طالب ها انجام میده در واقع به یک سری توافقات در راستای صلح دست پیدا بکنیم. اما امروز زمانی که ما از معافیت سفر سران و رهبران طالب ها در دنیا صحبت می کنیم و برخورد و روابط دیپلماتیک این سران و رهبران طالب، و وضعیت طالب در افغانستان کاملا فرق کرده. امروز افغانستان تحت تسلط طالب هست و این طالب داره افغانستان در افغانستان حاکمیت داره. از این جهت بسیار حائز اهمیت است با توجه به کارنامه دموهی که طالب از خود در افغانستان به نمایش گذاشته، این معافیت میتونه بسیار هم پرسش برانگیز باشه و چرایی های بیشمار را به امرو داشته باشه که ماله. در چنین شرایط طالب یک کارنامه بسیار جالب از خود به نمایش گذاشته، چطور چون اقدام صورت میگیره و باز هم باید منتظر این بمانیم که فیصله که قرار در هفته آینده از طریق سازمان ملل متحد شود چی فیصله خواهد بود و باید نوع انتظار بکشیم. جناب آقای احسانی، میدونین که معافیت طالبان از سفر موافقانی هم داره، من جمله هندریکتون، معاون وزیر امور خارجه نروژ، که گفته این معافیت ابزاری هست برای دسترسی و تسهیل ارتباط با رهبران طالب و تأثیر بر وضعیت افغانستان. نظر شما چیه؟ خب این منطق در زمانی که مذاکرات بر راستای گفتگوی صلح هم در مذاکرات صلح هم ادامه داشت، این منطق وجود داشت که ما برای اینکه بتانیم به صورت مستقیم با سران طالب، با رهبران تصمیم گیرنده طالب وارد گفتگو و صحبت شویم، ناگزیر هستیم که این معافیت باید برداشته چه شود، این ممنوع محدودیت باید برداشته شود. امروزه هم توجیهات پیرامون این مسئله وجود داره که ما با برداشتن این محدودیت ها و معافیت اینها میتونیم به یک نحو زمینه گفتگوهای بیشتر فراهم بکنیم. البته خب در جایش میتونه این مسئله یک مقدار منطقی به نظر برسه، ولی اساسا بس این است که دنیا واقعا در به دنبال چی در افغانستان است؟ آیا اساسا دغدغه دنیا مباحث حقوق بشری هست یا اینکه ما داریم در رابطه با مسائل افغانستان یک بازی تکتیکی را انجام میدیم که یک بازی دوگانه است که میتونه ابهامات بیشمار را برای ما خلق بکنه. من اساسا معتقد به این هستم که بسیاری از کشورهای دنیا فعلا اولویتش بحث حقوق بشری در افغانستان نیست، کما اینکه سعی میکنن با یک نحوی در جهت تامین منافع با طالبان وارد گفتگو شوند. از این جهت اگر کسانی هم تاکید بر این میکنن که سران طالب باید اجازه به صحبت و اجازه سفر و اینها را داشته باشن، بله خیلی خوب، ما از این میشه استقبال بکنیم، مگر و مشروط بر این که یک فشار هدفمند و حداکثری بر طالب ها وارد شود تا یک حداقل موازن انسانی، حقوق اقلیت ها در افغانستان، تا
تنوع و کثرت افغانستان و تفاوت افغانستان را طالب ها در نظر بگیره و این افغانستان و حاکمیتی که طالب ها در افغانستان شکل داده، این حاکمیت برای همه مردم افغانستان و تعلق به مردم افغانستان باشد. ما امروز در شرایطی بحثی معافیت سفر طالب ها را استقبال میکنه برخی از کشورهای خارجی که در افغانستان نیمی از پیکر جامعه افغانستان در خانه هستند، از همه حقوق اولیهشان محروم شده، دختران ما به مکاتب رفتن نمیتونه. اینها مسائل جدی و اساسی است که اگر در دنیای دیگه اتفاق میافتاد فاجعه بار بود، اما متاسفانه چون در افغانستان اتفاق میفته ما فقط در حد برخوردهای دیپلماتیک میتونیم به این موضوع اعلام موضع بکنیم. میشل باشله کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفته طالبان تمام حقوق اساسی و انسانی زنان و دختران را از اونا گرفته. با این وجود چقدر احتمال تمدید معافیت سفر طالبان وجود داره؟ خب جالب است. ببینین اخیراً حدود یک هفته میشه که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، در امور افغانستان، در آخرین مرحله، آخرین روزی ماموریتش در افغانستان، وقتی ماموریتش پایان پیدا میکنه، میره با رهبر شبکه حقانی که فعلا به عنوان وزیر کشور، وزیر داخلی افغانستان است، با او دیدار میکنه. او در حالی است که او یک از شخصیت، یک از چهره های مورد پیگرد ایالات متحده آمریکا است و جوایز نقدی بسیار انگفتن به خاطر پیدا کردن و دریافت این آدم و آدرس دادن این آدم قبلا تایید شده. اما سرمنشی و این آدم در حالی که هم مورد تحریم سازمان ملل متحد، هم مورد تحریم ایالات متحده آمریکا است، اما با آن هم فرستاده ویژه ایالات متحده، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد میره با این آدم وارد گفتگو میشه، صحبت میکنه، ملاقات رو در رو انجام میده. و این من میرسانه که و این در حالی است که در او طرف خودش در امی آخرین بیانش و آخرین متن یک به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان بر رسانه ارسال میکنه، در اونجا میگه من در حال افغانستان را ترک میکنم که متاسفانه نیست از پیکر جامعه افغانستان از کار، از حق کار، از حق آزادی، از حتی از بیرون شدن در کوچه و خیابان، در بیرون در اجتماع محروم شده و میلیون ها دختر، میلیون ها انسان به نام دختر از تحصیل و تعلیم هم باز داشت. در چنین یک شرایط وقتی نماینده ملل متحد میره چنین با چنین وضعیت باز هم وارد گفتگو با طالب ها میشه، خب این تصوراتی که فعلا وجود داره، من حداقل یک مقدار مایوس هستم نسبت به موضع گیری های دنیا و در رأس سازمان ملل متحد به عنوان یک نهادی که میتونست دیدگاه دنیا را نسبت به وضعیتی که در افغانستان از آدرس طالب ها اعمال میشه تغییر بده و دیدگاه منسجم در راستای اعمال فشارهای بیشتر و حد اکثری در به منظور انعطاف و کوتاه آمدن طالب ها و منعطف شدن طالب ها و نرم شدن طالب ها انجام بده که متاسفانه چنین چیزی را ما نمیبینیم. من باور به این است و در برداشت به این است که متاسفانه افغانستان دستخوش یک بازی منطقی بین‌المللی شده که قضایش بسیار پیچیده است و تصور میکنیم به این زودی زود نه تنها طالب کوتاه نخواهد آمد و از طرف دیگه دنیا هم این فشاری باید شاید که بتانه منجر به وضعیت بهتر شدن وضعیت برای مردم افغانستان در داخل افغانستان شود، چون این چیزی را ما شاید نخواهیم بود. تصور من است که کشورها به دنبال منافعشان است و به یک نحوی به صورت غیر مستقیم، هرچند درست است که تا امروز دنیا طالب ها و حاکمیت طالب ها را به رسمیت نشناخته، اما به صورت غیر مستقیم رابطه بسیار وسیع و گسترده ای وجود داره با طالب ها و من باز هم امیدوار هستم که بر اسم شناختن طالب ها یک اقدام کورکورانه احساساتی و عجولانه نباشه که در حال اینها بر اسم شناخته شود که زنان در افغانستان حق کار نداشته باشند، اقلیت ها حق زندگی را نداشته باشند و آن تنوع واقعی افغانستان نادیده گرفته شود. جناب آقای احسان تشکر میکنم از ارتباطتون.